در همین رابطه بیشتر صحبت می داشته باشیم با خواجه فهیم عباسی آگاه اقتصادی که در برنامه وصل هستند. آقای عباسی سلام، صبح شما بخیر، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. شما هم گزارش شدیدین باز هم از وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی شده، چرا به این جای کار رسیدیم؟ سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترمتان. گزارش دو قسمت داشت. قسمت اولش فقر در افغانستان است که از چشم پوشی کرده نمیتونیم. زمانی که حکومت گذشته سقوط کرد، مردم در فقر به سر می برد، ولیکن این فقر مطلق نبود و مردم میتونست که محتاج و اولویت های زندگی خود از طریق درآمد های اندکی که داشتن تحت پوشش قرار بدن. ولیکن زمانی که نظام سقوط کرد، نهادها چی خصوصی چی دولتی، یا ای که بعضشان کاملا از بین رفتن و مردم بیکار شدن، و یا ای که بعضشان ظرفیتشان اندک شد، یعنی تعداد را تنقیص کردن و یا ای که از کار جواب دادن، و ای در کل باعث از این شد که به امو افراد که فقیر بودن برن به فقر مطلق، یعنی نتونن نیازمندی های اولیه خود در یک ماه عوایدشان تحت پوشش قرار بده. قسمت دوم از این گزارش تو اندازه ای را سیاسی است که برمیگرده به جنگ اوکراین. ببینیم امریکا و جامعه غرب از جنگ اوکراین استفاده سیاسی میکنه و تجارایی که در داخل افغانستان است از این جنگ استفاده اقتصادی میکنه. جنگ اوکراین اونقدر تاثیر سو بر اقتصاد افغانستان نداره، حتی ما میتونیم، خب ما طرفدار جنگ نیستیم، ولیکن جنگ فعلا واقع شد، از این جنگ میتونیم استفاده اقتصادی کنیم، چرا که گندم و مواد اولیه روسیه به افغانستان میتونه به قیمت استفاده سیاسی میکنه از این مسئله. ببینین غرب و میدیای غرب فعلا میخواد که روسیه را در انزوا قرار بده و به نحوی هم یک دیدگاه منفی را در سراسر دنیا علیه روسیه پخش کنه و مردم افغانستان هم چون ما دیدیم شاهد از این هستیم که اینا هم تشویق میشه به جنگ علیه روسیه. شاید از این لحاظ امریکا این مسائل اوکراین را، ولیکن جنگ اوکراین بالای اقتصاد ما اونقدر تاثیر سو نداره و میتونیم ما از استفاده مثبت هم بکنیم، چرا که گندم، روغن، مواد اولیه که در روسیه قرار داره اگر از طریق دیپلماتیک و دولت اقدام شود، مثل نفت فعلا قیمتش در افغانستان پایین آمد و دیگر کشورها خیلی بلند رفته، ما میتونیم از این هم استفاده درست اقتصادی کنیم و قیمت مواد اولیه ایجا هم پایین بیاد. ولی در کل نوع کمک بسیار مشکلات در افغانستان به وجود آورد. درست آقای عباسی. خب حالا اگر ابعاد خارجی این قضیه را بگذاریم کنار، مسئله جنگ اوکراین، روسیه و این مسائل را، ابعاد داخلی چی بوده که ما امروز در کنار این که خب تحول کلان آمد، درست است که اقتصاد ضربه دید، ما در گذشته هم اقتصاد چندان خوبه نداشتیم، رئیس جمهور غنی خودشان می آمدن می گفتن که 90% یا بیشتر از مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنن. درست در گذشته هم چنین بود، فعلا هم هست، ولیکن مشکل اساسی همی است که به افرادی که به نحو کار میکردن در سابق درآمد داشتن، چی در نهادهای خارجی، چی در نهادهای خصوصی، چی در نهادهای حکومتی، و اونا به نحو بیکار شدن، خصوصا بخش نظامی ما و شما و یا بخشی که در گذشته با حکومت یا گروه طالبان مشکل داشتن و فعلا از کار برکنار شدن و یا که تنقیص شدن، به این قسمت از جامعه هیچ فعلا در قسمت کارآفرینی اقدامی نشده و یا ای که در پلان استراتژیک حتی شامل نیست و دیدگاه استراتژیک در این قسمت وجود نداره و ای افراد قسمت عظیم از جامعه افغانستان تشکیل میده. و می سبب ما بیشتر گفتم که تبعیض نباید در فقر باشد. کسایی که در حکومت گذشته می توانستند توانمندی مالی داشتن و ای که استفاده سو از مقام و منصبشان کردن فعلا نیستن و اونا در کشورهای دیگر زندگی خوب و آرام دارند. اصلا هم میتونه که یکی از دلایل باشه که کارهای بنیادی در قسمت اقتصاد افغانستان صورت نگرفته. مهمترین چیزی است که کار یا کارآفرینی برای مدت کوتاه یا کوتاه مدت یک تخصص بسیار خاص و بارز میخواهد و کارآفرینان در سطح دنیا بسیار اندک هستند و این ارتباط میگیره به نحو سرمایه گذاری در داخل کشور که ما نتانستیم چی حکومت گذاشته و چی در حکومت فعلی که سرمایه گذارها را به نحوی تشویق کنیم که بتانه برای مردم کارآفرینی کنه و ای که فعلا نحوی کمکام که میاد در داخل با او به تبعیض روبرو میشه مردم و ای که کمک هم فعلا باعث ازی شده که مردم هم مستقیما تغذیه کنه و کارآفرینی ایجاد نکنه، ای به نحوی دیگه هم که حالت بیکاری را به وجود میاره و مردم هم تا اندازه تنبل میشه و پیش بینی ازی در آینده بسیار خطرناک است برای افغانستانی که افغانستان وابسته به کمک باشه برای مدت طولانی.
آقای عباسی، سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که 53 کشور به شمول افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. هدفشان از پخش و نشر چنین گزارش ها چی است؟ میخواین چه پیام را برسانند؟ خب این گزارش ها کاملا وابسته به واقعیت است، به خاطر که سازمان ملل میخواهد جلب توجه کمک های دنیا را به سمت سوق بده که در او قسمت فقر وجود داره یا تنگنا وجود داره، مشکل اقتصادی وجود داره، ولی به نحوی دنیا سازمان ملل و در صدر امریکا با این کشورها اقتصادشانه یا فقرشانه یا همون مشکلات بشریشانه از دیدگاه سیاسی میبینه. اگر مشکلات سیاسی در او قسمت نباشه، مشکلات سیاسی حل باشه، در اوج کمک ها یا کارآفرینی ها به زودترین فرصت صورت میگیره، ولی که اگر نباشه مشکلات بشری فعلا در اولویت نیست، اولویت مشکلات سیاسی است. تا زمانی که مشکلات سیاسی جامعه غرب یا امریکا یا در صدر سازمان ملل بزرگترین سهمدارش امریکاست با یکی از این کشورها حل نشه، مشکلات اقتصادی از اینا پابرجاست و کمک هایم که میشه و کمک هم به نحوه میشه که مردم فقیرتر میسازه و یایی که بیکارتر میسازه. نشر چنین گزارش هایی چه درد را دوام میکنه آقای عباسی؟ ما گفتم صرف نشر از این گزارش های یکی است که جلب توجه کسای کشورهایی که کمک میکنه به خود سازمان باشه و دوم دیگه ای که بگویم فعلا ما در دنیا توجه ما به فقر است، ما فقر فعلا تحت نظر داریم و به نحوی هم در داخل کشور یک جنگ روانی را علیه حکومت های از او کشور برای بندازه. یک بخشش اقتصادی است که کاملا درست و پاورجاست، اینا میخواین کمک ها را به او قسمت سوق بدن و دنیا از این گزارش ها آگاه شود و کشورهایی که کمک میکنه یا دونر هستن اونا اقدام کنند به خاطر معضله بشری و بخش دیگه هم مربوط به بخش روانی میشه. خب درست، در کنار تلاش های کشورهای جهان و منطقه، شما دیپلماسی اقتصادی امارات اسلامی را چطور میبینید؟ دیپلماسی اقتصادی امارات اسلامی وابسته به دیپلماسی سیاسی شون است که اینا فعلا در مشکلات سیاسی با سر میبرن و به نحوی هم بر مشکلات تخصصی، ولیکن زمانی که کمک ها میاد در افغانستان سرازیر میشه، یک دیپلماسی مشخص نه در قسمت توزیع زیست و نه در قسمت استفاده درست از این کمک ها و رساندنش به مردم. اکثرا نظم در این کمک ها وجود نداره، تبعیض تباری، تبعیض سیاسی، تبعیض و به انواع تبعیضات در این قسمت در قسمت کمک ها وجود داره. حق مقدار تا اندازه ای را هم نمیرسه و به مردم مشکلات بسیار زیادی است. نحو توزیع از این کمک ها در این مشکل دوم است و مشکل سوم یک راهکار مشخص به خاطر کارآفرینی و افرادی که بیکار شدن از نهادهای خصوصی و دولتی در آینده. این سی مشکلی است که شاید اگر امارت اسلامی پالیسی داشته باشه به مردم در میان نگذاشته. خب به خاطر از اینکه نمی روند توزیع کمک ها شفاف باشه، چه کارهایی باید صورت بگیره؟ ما از تراکم باید جلوگیری کنیم. ببین شاهدان از جریان توزیع کمک ها طوری میگه که کسایی که اونجا افرادی که هستن خودشان میخوان بی‌نظمی در توزیع کمک ها با وجود بیا و اونا استفاده سو کنن از این توزیع و هر شخصی که اونجا در توزیع است به افراد مشخص داره و کمک ها تا به فروش میرسه بالای افراد مشخص و کسایی هستند که 5-6 بار کمک دریافت میکنن. راهکاری است که اول یک نظم و تراکم جلوگیری شود، یک نهاد کوچک یا یک قسمت کوچک اداره کوچک وجود داره، از سر تا سر ولایت خواسته میشه، افراد اوجا 500 یک 2000 نفر استاد میشه و این طبعا بی‌نظمی را به وجود میاره و برخورد تبعیض‌آمیز هم صورت میگیره. بنام به فقر نباید برخورد تبعیض‌آمیز شه و از طریق کارت‌های مشخص در محلات یا در قرا و قصبات ای به از طریق کارت‌ها فرستاده شه و اوجا که شورا رئیس شورایی که از طرف مردم انتخاب شده برسه به او و یک بهترین یا عمدترین قسمت چی است که یک کمیسیون به خاطر رسیدگی به شکایت از توزیع کمک ها از طرف امارت اسلامی و جامعه جهانی به طرف مشترک نجات شود. خب آقای عباسی، امارت اسلامی حکومت کنونی بارها از نهادهای جامعه جهانی خواستند که کمک ها را در هماهنگی با نهادهای دولتی توزیع بکنند و به اینا بسپارند. این میتونه در قسمت شفافیتی روند کمک بکنه؟ خیلی کوتاه. به نحوی هم امارت اسلامی در تمام کمک ها دخیل است به خاطر که اینا به مسئول نظم رسیدگی به کمک ها را به عهده داره، ولی که اگر مستقیم به امارت اسلامی سپرده شوه دنیا راضی نمیشه. اگر از طریق دنیا باشه مردم در داخل افغانستان میتونه که کرپ شوه و رشوت و فساد ایجاد کنه. نهاد سومی بهتر است که مورد تایید هر دو طرف باشه. بسیار زیاد تشکر خواجه فهیم عباسی، آگاه اقتصادی. ممنون از حضور شما در برنامه.